خدا رو شکر همه کارا رو انجام دادیم و میزم چیدیم و الان دیگه برم دنبال دعوت از مهمونا. انشالله که بزنم بر بدن، از غذا خوششون بیاد و ببینیم که چیکار کردیم. به اینجا رسید برنامه، نگاه بکنید اتفاقای قشنگی میفته. بر عزیزان خیلی خیلی خوش اومد، انشالله که مرسی. من دیدم که اون پشت داشتید ورق بازی میکرد، حسرت سر نرفت انشالله. من یه کاری میکردید شما حواستون به ما بود، حواستون به آشپزی بود. بالاخره چون میزبان بودم حواستون به چند جا بود دیگه. نه ما حواستون فقط به شما بود که این غذا تموم میشه بشینیم غذا بخوریم. واقعا گرسنه بود. خیلی هم خوبه. من سعی کردم این غذا رو تا اونجا که میشه طبق روال درست کنم. یکی دو تا ایشون کلک زده بودن، دو تا خانوما به من که وقتی ما در سبد که وا کردم دیدم که چند جور غذا، یعنی چند جور مواد مختلف هست تو این غذا، گفتم خداوند در من بس اینا چی چیز درست کنم. خلاصه این غذا یه سوال، من یه سوال بپرسم، اگه ما الان ماهی آورده بودیم الان اینجا چی به علاوه اینا ماهی هم داشتیم، شما اون چی درست می‌کردید؟ الان اونم یه غذای دیگه درست کرد که با ماهی هم بشه بزنید. خب من اینو توضیح بدم اول برای آقا مازیار. آقا مازیار شما نبودید، ما تصمیم گرفته بودیم من و فرنوش جون که هم گوشت بیاریم هم مرغ، چون دیگه بودید دیگه معمولا یکیشو میبریم. آره میخواستیم یه ذره اذیت کنیم آقای علیرضا رو، ببینیم چی میخواد درست کنه، تصمیم میگیره با کدوم غذا درست کنه، بعد ما بگیم از همه موادی که آوردیم استفاده نکردیم. در نهایت ایشون ما رو سورپرایز کرد و دیدیم که از همه مواد غذایی هم استفاده. آره ماست و اسفناج رو چقدر جالب درست کرد، سالادو که جدا، خب غذا هم که دو نمونه مختلف. اول میدونی چی فکر کردم؟ گفتم اول اینو من میخواد از این یه غذایی هست به نام آلو اسفناج. آره گفتم مرغ که درست، مرغ هم هست، آلو اسفناج. گفتم اینا دارن کلک میزنن، بزن ما یه کلک آب بودنه به این بچه ها بزن. برای خانم ها دوستان خوبم، این تحوه درویش هست و انشالله که دست شما درد نکنه. بفرمایید. رنگ و بو که خیلی عالی بود دیگه، حالا انشالله بریم سر اصل مطلب. بریم سر اصل مطلب. شما شروع کن، شما قراره امتیاز بدی آقا مازیار، شما شروع کن. باشه من اینو بزنم برای آقای داور. بفرمایید. بهترین کار بود. خدا شما رو حفظ کنه. بهترین کار بود تا آخرش نمیرم ها، یه دفعه هست همین دفعه. نه دیگه آقای داور باید خودت بریز. آره بفرم. مرسی عزیزم، قربون دستتون درم. سالاد هم شب نمیخواد همین کارو بکنه. چشم عزیزم، دو سالاد خیلی سخت هنه صرف کردم. من برای همین زود دست به کار شدم. دستتون درم. بورانی تو خوب درست کرد. خوشتون اومد؟ خدا رو شد. داور اولی رو پسندید. نمک یادش نرفته. نه بچه خوش نمکه اتفاقا. خوشتون اومد؟ خیلی خوشم اومد، خیلی خوشمزه. بذار من برم ببینم اوه داره یا نداره. یه کلک شما کجا فهمیدید؟ داره. پیازداغ داخلش داره. به به به. سیر. سیرا که میزنه. ما تو این پیازداغ کلک ما. پیازداغش جدید بود، جالبه، خوشتم شده. آره یک پیازداغ که میزنیم مزه. آره ولی خب متفاوت بهش میده. عجیبه. نه خیلی خوب شد. چون که مرتب همون طعم اون اسفناج داغ دهنتون باشه. پیاز معمولا میذارم به خاطر اینکه یه خود اون طعم اونو عوض کنه. تغییر بده. آره. کلا اصلا اسفناج که خیلی خوشمزه است. انشالله که خوش اومد. از این غذا بزن تو سرد نشده خودتون رو. آره همه رو عزیزم منم موافقم. برید که اینم میتونیم با همون ادامه بدیم. سالاد دیگه رو سالاد رو سرو کنم. میخواستی سالاد نخوریم؟ نه میخوریم بفهمید. سوس جدا بریزیم؟ نه سوس جدا بریزیم چون این سوس هم هست کنیم. اول شما شروع کنیم. من میگیرم شما آقای داور قرار امتیاز بدید. بچه یکی سالاد بدید. من خودم برم دارم. هر کی برای خودشی نکنین ها، من اینجا برای همه تو ریختم. من هنوز مشغولم. بده من براتون بریزم. نه درستش میکنم. دادشونم که عالیه. بده من براتون بریزم. بذار من بگیرم شما دو دستی بردارید که سریع تر. یه خود ما این تو لوازم یه خود کس داشتید که ببخشید نمره ما رو کم نکنید. نه نه همه چیز حالا بذاریم ببینیم تا آخر. بله نوبت پولو لطفاً. کی پولو رو میکشه؟ چشم اینجور که تو نگاه من کردی. باشه عزیزم بیا. گوشت اعظمش به تو رسید. اعظم دست درد نکنه. چه گوشت اعظمی. خوبه مرسی. میخوام از اون اعظم که من میخوام از این بریزم کنار همین بخوام. اشکال نداره. میتونید استفاده کنید. ولی این الان میشه با نون بخورید، میشه با برنج بخورید. نه بخورید. اونو با برنج سفید ساده هم میشه بله، خورد. بله. درسته؟ هر جو دوست داشته باشید.
خدمت شما. هندی ها بهش میگن چیکن باتر. شما خودت میگن؟ چیکن باتر؟ همون غذای در اصل یه جور غذای هندی من خوردم، پاکستانی و هندی از این درستم به نام چیکن باتر. چیکن باتر تونده یعنی؟ بعد جای روغنشون کره استفاده. چون کره استفاده نه دیگه، من عرض کردم که روغن زیتون بزنم بخاطر که سالم تر باشه. آره حالا که امروز رژیم نیستی حتما شما گفتیم یه چیزی بخوام که شما از کجا فهمیدیم ما امروز رژیم نیستی؟ دیگه به هر حال خانم‌ها معمولا باید رژیم باشن. نه دیگه هر خانم میگه من امروز رژیم هم، ولی خب به هر حال که خب دوست داشته باشید. ادویه چی داره؟ ادویه من یک چیزایی به خصوصی هستش که نمیتونم بگم دیگه، نمیتونم بگم. یعنی الان ولی قابل خوردن هست، نمیکشه آدمو؟ نه میل بفرمایید، خیلی هم خوبه. پیازداغ هم داره؟ پیازداغ آفرین. شان شما مرسی، من گشیدم. حالا از اونم بگذارم، شاید که دوست داشته باشید. فلفل شما پودری استفاده نکنه؟ نه فلفل سبز آفرین. فلفل سبز هندی خیلی نشانه. خوب تنده، خوب تنده یعنی. آره جنوبی ها دوست دارم. آره یکم تنده، یکم زیاد نیست. از اینم بکشید اولش پاک بخورید. اونم چون که آوتاوش همون پیاز داغشه و اون فلفلی که گذاشت داخلش. فلفل های ریز سبز هست و هندی ها. از اون استفاده کرد. البته اگه زیر دندون بیاد آره اذیت نه نه بزن. وقتی میخوام برده اونو جداش کنیم دیگه. غذا باید یه تعمی داشته باشه، حالا یا باید تند باشه یا باید یه در حقیقت یه مزه غالب باید داشته باشه دیگه. سلیقه من بوده ببخشید دیگه اگر دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. ولی با این تفاوت بازم نمک یاد طرف نمک یاد. این حال که باشم تندیش هم اون تندی بود که یعنی خود من دوست داشتم، نه زیاد تنده تند حالا نمیدونم عشق من که در اومد ولی خدایش ولی نه شوخی میکنم به اندازه بود تندیش خوب بود، خیلی خوب بود، همه آره. چی خوش خوراک بود ولی انقدر راضی به زحمتتون نبودم. علی اینی که اینم که تند نیست انشالله. آره پس هم نمیم که این وقت کردی دسته رو درست کنی مادیدون خودتون رو خدمتون که دیگه واقعا من دیگه انقدر مشغول شده به پخت و پس این حرفا دیدم ای دادی بیداد چه بکنم چه نکنم، گفتم که اینو یواشکی این البته اینجا پس اینو خریدی یعنی چی اینو خریدی؟ یعنی شما فکر میکنی از میتونه سر همچین چیز وقتی اون غذا رو مشکل و ساخنه در بیارم که نه ولی آقا نه همین که به فکر دسر بودی ولی آقا اگرم نمیگفت من فکر کنم خودش درست کرده. آره واقعا آمازیا با اون غذایی که درست کرده واقعا نه ولی واقعا هنرمندی کرد تو غذا که سورپرایز شدیم با دو نوع غذا درست کردن. خب من براتون سرو میکنم دیگه دسرش هم که توت فرنگیه و جای همه عزیزا خالیه. زنده باشی. من امیدوارم که اینو به 4 قسمت بکنم، هر کدومتون یه قسمت نخوان اینو همینطور. نه اینا همه بعد هر کدومش دوباره به 4 قسمت من بشه. من اصلا جام ندارم ولی باشه. میخوام اینا چالشون استار میکنی. حالا چون استار میکنی. از سوت فرنگی نمیشه گذشت. بخورید آقا. به خود شما. به خدا. دست اینا بفرمایید. مرسی. دست میدم. سوت فرنگی و خامه. من چجور جبران کنم عزیزم دست درد نکنه. اون همه غذایی که من خوردم این فهمم جای اینم نباشه. و اسپرسو این اسپرسو رو دیگه خودم درست کردم. آره خب حالا ببینیم افتخار علی رضا. مرسی. خب پس اول بذار اینو بفهم یه لب بزنیم ببینیم چجوریه. بفهم شیرین کام باشه دیگه انشالله. عالی آقل رضا. آخه فکر یه ذره حال زبونم خوب شد به خاطر این از اون تندی هنوز ضربان قلبم بالاست. این فلفل چیز داره فلفل سفید توشه فلفل شیرین داره. خب امشب هم که مهمون آقای علیرضا آقاسی بودیم
امشب هم به قول خودمون سنگ تموم گذاشته بود، دو نمونه غذا درست کرده بود و یکی از غذاهاش که به نام چیکن باتر بود و دیگری هم که همون پلو گوشت درست کرده بود با مایچه، خیلی هم خوشمزه درست کرده بود، تندیش خوب بود. بچه های خود اعتراض کردن در مورد تندیش، ولی تندی ملایمی داشت با این همه موادی که برایش گذاشته بودن، ولی خوب تونست از پس اون غذا بر بیاد. فقط یکم اون پلوشون نمکش کم بود که اونم نمک یادت نره. به علی رو من میتونم نمره 9 رو بدم که نمره خیلی خوبیه، واقعا بهش باریکلا میگم که خوب غذا رو تونست درست کنه و غذا رو قشنگ جا انداخته بود. کار کردن با علیرضا آقاسی خیلی امروز خوب بود، به همون خوش گذشت، توی اجرا خیلی به همون کمک کرد. منتها یک چیزی که اینجا اهمیت داره اینه که ایشون هنرمند هستن، ولی آداب میز چیدن یه چیزیه که نمیتونم بگم فقط مربوط به خانوم هاست یا مربوط به آقایونه. کسی که پذیرایی میکنه باید آداب رو بلد باشه، از هر جنسی که میخواد باشه. به خاطر همین ایشون هم به دلیل اینکه یک ضعفایی توی میزشون، چیدمان میزشون دیده میشد، یا اینکه یکم اون ظرافتایی رو که باید رعایت نکردن، من نمره 4 رو بهشون میدم.